با سلام و وقت بخیر به مهمترین رویدادهای خبری امروز خوش آمدید. در نخست اما سرخط چند خبر. بزرگداشت از روز ملی سرباز در بامیان. نخستین پرواز هواپیمای کامیار با خلبان و خدمه های زن تاریخ ساز شد. غنی میگوید جامعه بین المللی 40 سال مردم افغانستان را از صلح محروم کرده است. و مارشال دوستم پس از برگشت به کابل گفت جنگ را میبریم. فاطمه امیری هستم با مشروع خبرها. از روز ملی سرباز با حضورداشت مقامات محلی بامیان، سربازان، فعالان نهادهای مدنی و رسانه‌ها تجلیل گردید. مقامات امنیتی این ولایت با تأکید و تقدیر از کارکردهای نیروهای امنیتی بامیان گفت که هیچ گروه تروریستی نمیتواند نظم جامعه را برهم بزنند. از روز تجلیل می شود که در سنگرهای دفاع از وطن بر منافع کشور می رزمن. شاید این روز برای سربازان وطن تجلیل شود، اما خیلی کمی از این سربازان است که از این روز با خبر است. با آنهایی که در سنگر برای دفاع از وطن می رزمن حتی فرصتی نیست که به فکر این روز باشند. امروز روز محافظان ملی کشور ماست که برای سیانت از ارزش‌های ملی در شرایط سخت و خطرناک به دور از خانه و کاشانه‌شان شب و روزشان را در سنگرهای دفاع از مردم سپری می‌کنند و برای آرامش این مردم و وطن جانانه و بی‌توقع مبارزه می‌کنند. با این حال در اینجا در تجلیل از روز سرباز در بامیان مقامات از یک حکومت پایدار و با نظام جمهوری سخن میزنند و میگویند هیچ جنگ داخلی در کشور نمیتوانند جای نظام کنونی را بگیرند. دلیری و مردانگی از را همه تحسین میکنه، تمام دنیا، تمام منطقه به تحسین قوای مسلح افغانستان پرداختن، بار بار تحسین کردن و باز هم تحسین میکنه و هیچ گاهی کسی فکر نمیکرد که ما بعد از هم پاشیدن اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان و نابودی تمام ساز و برگ نظامی و امنیتی باز هم یک اردوی جوان و قوای امنیتی و دفاعی جوان میتونیم داشته باشیم که دشمنان ما به صلابت و اقتدارشان اعتراف میکنن و بگه که اینا شکست ناپذیر هستند. مقامات امنیتی در این ولایت با تأکید و تقدیر از کارکردهای نیروهای امنیتی بامیان گفت که هیچ گروهی تروریستی نمیتوانند نظم جامعه را برهم بزنند. و از آدرس نیروهای امنیتی بامیان، اهم اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، یک بار دیگر به مردم عزیز بامیان تجدید تعهد می نماییم که تا یک قطره خون داریم انشاءالله شما دفاع میکنیم و در راه تنفیذ قانون از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمیوریم. این روز پس از آن تجلیل می شود که همزمان با آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بین الافغانی، جنگ میان افغانستان و گروه طالبان در 20 ولایت کشور به شدت ادامه دارد. افزایش ناامنی و شدت گرفتن حملات تروریستی در بسا نقاط کشور، کارایی و عملکرد نیروهای امنیتی کشور را به یک آزمون جدی مواجه ساخته است. من مطمئنم که شما نیروهای امنیتی با بازوان توانمندتان از پس همه این چالش ها و مشکلات برخواهید آمد. بهترین جایگاه را کسانی قرار دارد که از عزت مردم ما، از امنیت مردم ما، از ناموس مردم ما با ریختن خونشان دفاع میکنند و او شما هستین. نهم حد روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاع کشور در سال 1395 از سوی کابینه افغانستان تصویب شد و همه ساله از این روز در تمام ولایات تجلیل می شوند. علی سومی، تلویزیون بامیان.
شرکت هوایی خصوصی کامیر نخستین پروازش را با خلبان و خدمه های زن انجام داده است. در تاریخ کشورهای جنوب آسیا این نخستین پرواز است که با خلبان و خدمه های زن انجام شده است. محمد قاسم وفایزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که محدثه مرزایی، خلبان افغان و کپتان ویرونیکا بورسیوا با 4 خدمه پرواز زن هواپیمای نوع ایرباس 737-500 را در یک پرواز میان کابل و هرات به طور مستقل مدیریت کرده اند. از سوی هم وبسایت بزنس انسایدر گفته است که این پرواز روز چهارشنبه هفته گذشته از کابل به شهر هرات و برعکس آن از هرات به شهر کابل انجام شده و 90 دقیقه زمان را در بر گرفته است. با این حال در گزارش بزنس انسایدر آمده است که پرواز هواپیمای کامیر به کشورهای اروپایی ممنوع است، اما به زودی پرواز کامیر به فرانکفورت آلمان به کمک سربازرسی عملیات ایمنی پرواز آیتا یعنی انجمن ترانسپورت هوایی بین المللی شروع می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنان به مناسبت 9 هودروز سرباز گفت که جامعه بین المللی 40 سال مردم افغانستان را از صلح محروم کرده است. غنی در مراسم گرامی داشت از 9 هودروز سرباز که در مقر وزارت دفاع ملی برگزار شده بود گفت جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت را به تاریخ عظیم تمدن درخشان و مردم سرزنده از بنیادی ترین حق که همان صلح است محروم کرده و این قابل تحمل نیست و ما صلح پایدار و با عزت می خواهیم و آمدنی است. رئیس جمهور غنی توضیحات بیشتر در مورد این سخنانش نداد، اما گفت که چند پیش آن را در 46th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مطرح کرده است. غنی گفت که نیروهای امنیتی نقش سازنده در ایجاد فضای مناسب برای صلح دارند و جنگی که در برابر مردم در جریان است در تضاد با انسانیت، عدالت و حقانیت است و به اسلام ربطی ندارد. محمد اشرف غنی افزود که نیروهای امنیتی افغانستان در 6 سال گذشته راه چندین ساله را طی کرده اند و حمایت مردم از این نیروها در 140 سال گذشته بی‌نظیر است. غنی وعده داد که در سال 1400 روند خانه‌سازی برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را آغاز می کند. و مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی روز شنبه 9 هود به کابل برگشت. شمار از مقام‌های بلندپای دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد محقق مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی در میدان هوایی کابل به استقبال او رفتند. مارشال دوستم حدود 1.5 سال دور از پایتخت در جوزجان به سر می برد. مارشال دوستم در سخنان تأکید کرد که با قوت از صلح حمایت می کند و با قاطعیت از نظام و سیستم کنونی نیز دفاع خواهد کرد. او جنگ نیروهای امنیتی را در برابر طالبان حلال خواند و به مردم اطمینان داد که در میدان جنگ پیروز خواهد شد. مارشال دوستم گفت که به مردم اطمینان می دهد که اگر جنگ را خاتمه داده نتوانست طالبان را شکست می دهد. مارشال دوستم افزود که نیروهای امنیتی و دولت حمایت جامعه جهانی را با خود دارد و باید از امکانات دست داشته برای تأمین امنیت شهرها و ولسوالی ها استفاده کنند. آقای دوستم تأکید کرد که اگر صلح به نتیجه نرسید باید از فروپاشی وضعیت موجود و نظام حاکم جلوگیری شود و گفته او اگر شورای امنیت و رئیس جمهور غنی اجازه دهد طالبان را در صورت ناکامی روند صلح سرکوب خواهد کرد. عبدالله عبدالله در این نشست آتش بس را خواست مردم افغانستان عنوان کرد و از طالبان خواست که به مذاکرات حاضر شوند. با گفته او خلاف خواست مردم افغانستان ترورهای هدفمند تشدید و جنگ افزایش یافته است. گفتنی است که مارشال عبدالرشید دوستم که در دوران حکومت وحدت ملی روابط گاه تیره‌ای با رئیس جمهور غنی داشت گفته شده که بنابر دعوت او به کابل بازگشته است. این بود سرویس خبری امروز که تقدیم شما شد. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا سرویس بعدی خبر، الله نگهدار. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینید دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگر. بسیار خوب، بسیار خوب.
صرافی برادران سروری انتقال پلوتون را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47.